ابتدای ایمانم کتاب مکاشفه برام خیلی جالب بود. هرچند همه مطالبش رو به خوبی درک نمی کردم، ولی همیشه با خوندنش یه حس عجیبی داشتم. شروع کتاب مکاشفه با نامه هایی که مسیح از یوحنا می خواد که از طرفش بنویسه. این نامه ها برام جالب بودن و همیشه برام جای سوال داشت که آیا این 7 کلیسا واقعا وجود داشتن؟ خوندن این نامه ها چه ارتباطی با ایمان مسیحی من داره؟ این شد که تصمیم گرفتم حدود 2000 کیلومتر از انگلستان به غرب ترکیه سفر کنم تا راز این 7 نامه رو پیدا کنم. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را می باید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید و آن را با فرستادن فرشته خود بر خادمش یوحنا آشکار ساخت و یوحنا بر هر آنچه دید، یعنی بر کلام خدا و شهادت عیسی مسیح، گواهی می دهد. خوشا به حال کسی که این کلام نبوت را قرائت می کند و خوشا به حال آنان که آن را می شنوند و آنچه را در آن نوشته شده نگاه می دارند، زیرا وقت نزدیک است. منحصر به فرد بودن این آخرین کتاب کتاب مقدس در همون اولین کلمه اون پیداست، مکاشفه، یا در اصل یونانی آپوکالیپتوس. این واژه که به معنی پرده برداشتنه، ریشه کلمه آپوکالیپسیس در زبانهای اروپاییه و نوعی سبک نوشتاریه که در کتب دانیال، حزقیال و زکریا در عهد عتیق دیده میشه. ولی در عهد جدید تنها همین یک مورد وجود داره. این واژه به رویاهای نبوتی مربوط به آینده اشاره داره که از طریق نمادها، تصاویر و دیگر ابزارهای ادبی بیان میشه. کتاب مکاشفه نه تنها به روبرو به زوال همه چیز در آینده و پیروزی قطعی خدا و بره مینگره، بلکه پایان نامشخص 65 کتاب دیگه کتاب مقدس رو هم به هم ربط میده. در واقع بهترین راه برای درک کامل این کتاب شناخت تمامی کتاب مقدسه. شخصیت‌ها، نمادها، رویدادها، اعداد، رنگ‌ها و دیگر رموز اون تقریباً هر یک قبلاً در کلام خدا ذکر شدن. عده این کتاب رو به درستی ایستگاه بزرگ مرکزی کتاب مقدس نامیدن، چرا که همه قطارها به اینجا وارد میشن. یکی از مهمترین و جالبترین نکات در رابطه با کتاب مقدس عهد جدید این هست که تقریباً 40% این کتاب رو نوشته‌ها و همچنین نامه‌هایی که به کلیساهای مختلف فرستاده شده تشکیل میده. در صورتی که وقتی نگاه کنیم به عهد عتیق، ما این نامه‌ها رو به تعداد انگشت شمار می‌بینیم. در ارتباط با 7 نامه‌ای که عیسی مسیح می‌فرسته به تک تک کلیساهایی که در ترکیه هستن، این 7 نامه مستقیماً از طرف خود عیسی مسیح هستن و اونها فقط یک نظریه الهیاتی نیستن، خیلی مشخصات منحصر به فردی دارن و خیلی مربوط هستن به زندگی روزمره ما. این نامه‌ها خیلی مهم هستن به خاطر اینکه مستقیماً از شخص عیسی مسیح هستن. راه حل ساده برای درک کتاب مکاشفه این هست که اون رو به 3 مبحث اصلی تقسیم کنیم. باب اول حاوی رویایی است که یوحنا مسیح رو می‌بینه که ردای داوری رو به عنوان داور پوشیده و در میان 7 کلیسا بر مسند داوری ایستاده. باب‌های 2 و 3 در رابطه با عصر کلیساست، دوره‌ای که هنوز هم در اون زندگی می‌کنیم. 19 باب باقی مونده در رابطه با وقایع آینده است که پس از عصر کلیسا واقع میشن. اما تا حالا فکر کردید چرا کتاب مکاشفه با این نامه ها شروع میشه؟ و دلیل اهمیت این نامه ها در چیه که آخرین کتاب کتاب مقدس با این نامه ها شروع میشه؟
هفت نامه‌ای که مسیح در کتاب مکاشفه به ما داد در بخش‌های مختلف و بسیاری از جنبه‌ها خیلی مهم هستند و من میتونم دلایل بیشماری برای اثبات این قضیه بیارم. اول از همه اینها نامه‌های مسیح هستند و این خیلی مهم هست که ما بهش توجه داشته باشیم، به خاطر اینکه مسیح این نامه ها رو دیکته کرد به یوحنا. یوحنا ملاقات داشت با عیسی مسیح و او را در فصل یک کتاب مکاشفه دید و مسیح شروع کرد با او سخن گفتن و گفت من حرفی دارم با کلیسای خودم و بعد شروع کرد به دادن این هفت پیغام، همون چیزی که ما هفت نامه می نامیم. هفت نامه که به هفت کلیسا که کلیساهای واقعی بودند و یوحنا هم اونا رو به خوبی میشناخت، چون که یوحنا زمانی شبان کلیسای افسوس بود و در اونجا زندگی میکرد. این کلیساها زیاد به افسوس دور نیستند و در آن زمان این کلیساها در مراکز شهری مهمی در زمان امپراتوری روم در ترکیه قرار داشتند و در هفت شهر معروف بودند. پس این کلیساها بسیار مهم بودن، چون هم در مکانهای مهمی بودن و هم با یوحنا در ارتباط بودن و یوحنا افسوس را به خوبی میشناخت و این ارتباط میتونه نکته مهمی برای کتاب مکاشفه باشه. اما عیسی از این هفت کلیسا استفاده میکنه برای دادن پیغام خودش و همچنین شروع کتاب مکاشفه، یعنی آخرین کتاب کتاب مقدس، کتابی که کامل کننده پیغام خداست و همینطور کامل کننده مکاشفه هم هست و به ما میفهمونه که خدا چه کار خواهد کرد و خدا برنامش برای آخر زمان و همچنین برای برگشت ثانویه مسیح چی هست. پس نتیجه میگیریم کتاب مکاشفه کامل کننده کتاب مقدسه و در اینجا میبینیم که مسیح تصمیم میگیره این کتاب رو با نوشتن پیامش با این هفت نامه و خطاب به این هفت کلیسا شروع کنه. این یک کلید اصلی هست برای تمام کلیساها در تمام نسلها و بسیار مهم هست برای ما امروز در سراسر دنیا، چون عیسی میخواست با این پیغام نامه ها ارتباط داشته باشه با نسلی که مسیح در آن برمیگرده. نکته متعجب کننده دیگه این هست که ما خیلی اهمیت و توجه بیشتری به نامه‌های پولس، پتروس، یوحنا و یا حتی یهودا میدیم تا اینکه توجه کنیم به نامه‌هایی که مستقیماً از طرف خود عیسی مسیح است. نکاتی که ما می‌خوایم تحت بررسی قرار بدیم مربوط به نامه‌هایی هست که مستقیماً از طرف عیسی مسیح است، ولی نوشتن این نامه ها توسط یوحنا انجام شد و در واقع یوحنا فقط نویسنده مطالبیه که عیسی مسیح به او گفت. در اون زمان اگر کسی قادر به نوشتن نبود، یک نویسنده حرفه‌ای معمولاً این کار رو براش انجام میداد. ما هم میبینیم که در این هفت نامه در واقع یوحنا میاد و به دستور مسیح تمام نامه ها رو می‌نویسه. یعنی نامه ها مستقیما از طرف عیسی مسیح هستن، اما یوحنا اونها رو به نگارش درآورده. پس ما قرار هست که به این نامه ها برسیم، نامه های خود عیسی مسیح. از یوحنا به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستن فیض و سلامتی از جانب او که هست و بود و می‌آید بر شما باد، و جانب هفت روح پیشگاه تخت او و جانب عیسی مسیح آن شاهد امین و نخست زاده از میان مردگان و فرمان روای پادشاهان جهان، بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانید و از ما پادشاهی ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر خود، بر او جلال و قدرت باد تا ابد. آمین. آن با ابرها می آید، هر چشمی او را خواهد دید، حتی چشم آنان که نیزه به او زدند، و همه طوایف زمین به سویش خواهند نشست.
آری چنین خواهد بود. آمین. خداوند خدا می گوید منم الف و منم یا، منم آن که هست و بود و می آید، آن قادر مطلق. این نامه ها خیلی با اهمیت هستند. با این حال کلیساها این نامه ها رو جدی نمی گیرن و به طرقی از این نامه ها چشم پوشی کردن یا می کنن. دلیل این چشم پوشی شاید این باشه که این نامه ها در کتاب مکاشفه نوشته شده و کلیساها این کتاب رو معمولا حائز اهمیت نمی شمارن. این که کلیساهای امروزی زیاد به کتاب مکاشفه نمیرند شاید در این باشه که یک سری افرادهایی در رابطه با کتاب مکاشفه و تفسیر کتاب مکاشفه شده که اگه اینها رو بخوایم که بیاییم کتگوریش بکنیم، دستبندی بکنیم، لااقل به دو دسته میتونیم تقسیمش بکنیم. یه عده هستن که وقتی که میرن توی کتاب مکاشفه دیگه بیرون آوردن از اون تو واقعا خیلی مشکل میشه، میرن اون تو و یک سری افرادهایی بیش از اندازه صورت میگیره. از طرف دیگه یه عده دیگه هم هستن که اون افرادها رو که میبینن سعی میکنن که اصلاً دیگه از کتاب مکاشفه خودشون رو دور نگردارن و مبادا که وارد یک چین افرادهایی بشن و این ترسا باعث میشه که اینها دیگه کتاب مکاشفه رو دور بزنن و در موردش هیچ کاری هیچ صحبتی نکنند. علت چیه؟ علتش این هستش که سبک ادبی کتاب مکاشفه آپوکالیپتیکه در رابطه با زمانهای آخر و اینجور سبکای ادبی در کتاب مقدس معمولا پر از تمثیل ها و اگر این تمثیل ها به درستی تعریف نشه انسان در تفسیر و درک کتابی که داره میخونه معلوم نیست که سر از کجا در بیاره. خیلی ها این باور رو پذیرفتند و سالیان سال این آموزش رو می دهند و امروزه در دنیا اکثر افراد مخصوصا در کلیساهای جدیدتر مثل کلیساهایی که در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا و در آسیای دور هستند که در واقع عمرشون به 100 سال یا کمتر از اون میرسه به هفت نامه به عنوان چیزی که قبلا اتفاق افتاده و گذشته و پایان پیدا کرده نگاه میکنند و به طور مثال میگویند که ما در فصل کلیسای لاودوکیه هستیم. من در واقع دارم وقت میذارم و این رو توضیح میدم به دلیل اینکه خیلی ها به درستی با این هفت نامه ارتباط برقرار نمی کنند و درک نمی کنند و در واقع این نوع نگاه به هفت کلیسا باعث میشه که ما خیلی جدی نگیریم این نامه ها رو و به اونها فقط به عنوان یک منبع اطلاعات نگاه کنیم و بخونیمش. این یکی از دلایلی هست که این اشخاص هفت کلیسا رو به حقیقت زندگی امروزی خود مرتبط نمیدونن. آنها فکر میکنن که این پیغامی هست که گذشته و دیگه با زندگی امروزی ما ارتباطی نداره و این تصور رو میشه کاملا مشهود در رفتار اونها و همینطور در نگاهشون نسبت به زندگی دید. همونطور که گفتیم این نامه ها از ارزش خیلی بالایی برخوردار هستن. عیسی مسیح در طول عمرش هیچ کتابی ننوشت، تنها زمانی نوشت که روی زمین نشسته بود و یک زن رو آوردن برای قضاوت کردن و عیسی مسیح هم داشت با انگشتانش بر روی خاک چیزی رو مینوشت یا میکشید که خب اون خاک هم از بین رفت، اون نوشته از بین رفت. پس ما واقعا باید قدر این نامه ها رو بدونیم بیشتر از حتی نامه های دیگه. عیسی مسیح این نامه ها رو خودش نوشت و مستقیما از طرف اون هست.
و شروع این نامه ها با زبان خود عیسی مسیح هست، او که هست. ولی چرا این هفت کلیسا؟ در این عکس ماهواره‌ای شما یونان و ترکیه رو میبینید. وقتی به این عکس نگاه میکنید، قسمت‌های قهوه‌ای و سبز میبینید که قسمت‌های سبز نشون دهنده زمین‌های حاصلخیزه و قسمت‌های قهوه‌ای زمین‌های بیابونی و خشک رو نشون میده. این دو رنگ کشور یونان و ترکیه رو از هم جدا میکنه. همونطور که مشاهده می‌کنید، کشور یونان بسیار سرسبزه ولی ترکیه بیشتر بیابانی و برهوته. فقط در این کشور یک خط حاصلخیز در شمال مشاهده میشه که نزدیک دریای سیاهه. ولی بقیه مناطق این کشور قهوه‌ای رنگ و بیابانیه. به غیر از یک دایره کوچیک که در جنوب غربی در کشور قرار داره که تمامی کلیساهایی که عیسی مسیح به اونها نامه نوشت در همین منطقه کوچیک دایره‌ای شکل قرار دارن. گویا که نقشه جغرافیا خود نیز این منطقه رو متمایز کرده و این منطقه رو در بین رنگ قهوه‌ای با رنگ سبز اهمیت داده. به نظر من علت این که مسیح این نامه ها رو به این کلیساها می نویسه و این کلیساها رو انتخاب می کنه برای اینکه نامه ها رو بفرسته، اتفاقا به خاطر موقعیت مکانیشونه، موقعیت جغرافیاییشونه. من به شخصه این نظریه رو نمیپذیرم که انگار این کلیساها دورهای مختلف رو در تاریخ کلیسا بازی میکنن. نه، علت انتخاب مسیح برای این کلیساها به خاطر موقعیت جغرافیاییشونه و در این حال به خاطر وضعیتی که این کلیساها درش قرار داشتند. علت سرسبزی و باروری و حاصلخیزی این منطقه هم به خاطر چهار رود بزرگی که از کوه های اون منطقه سرازیر میشه به اینا و همه میریزن به دریای اژه و در اون موقع که اینها میریختن محل ورود این رودها به دریای اژه بندر بود که بندر افسوس، بندر اسمیرنا یا ازمیر از آن جمله بود، ولی اون این بنادر دیگه نیستن، فقط ازمیر الان اونجا وجود داره. بقیه چون گلولای رو این رودخونه آوردند، زمین در واقع به دریا پیشرفتگی ایجاد کرده و الان افسوس خودش 5 کیلومتر با دریا فاصله داره، در حالی که اون موقع بندر بود. بندر و بعد شاهراها که ایجاد شده بود به خاطر این بنادری که درش وجود داشت که بتونه کالاها رو به مناطق درونی یعنی به آسیای مرکزی و از اونجا به هند، چین، حتی ایران ببره، میبینیم که باعث شده بود که این منطقه باروریش از یک طرف، بنادرش از طرف دیگه که کالاها رو از سراسر دنیای یونان و بعدش دنیای روم به اونجا می آورد و از اونجا میبرد به مناطق دیگه، باعث شده بود که از هر جا تجار به اینجا بیان. و به خاطر این مطلب از زمان یونانیان این منطقه شدیداً تحت تاثیر فرهنگ یونان قرار داشت و معابد مختلف یونانی در این منطقه وجود داشتند. مناطق فقط به دلیل حاصلخیزی و بنادر قابل اهمیت نبودند، بلکه سیستم راه‌اندازی جاده‌ها نیز در اونها تفاوت زیادی ایجاد می‌کرد. مثلا جاده‌ای که در مرز بین اروپا و آفریقا و آسیا بود، این جاده جاده اصلی بین این سه قاره بود و این جاده‌ها در یک تقاطعی از همدیگه عبور می‌کنند و این تقاطع خیلی مهم بود. در هر صورت این تقاطع جاده ها و این راه تنها راه مسافرتی بین این قاره ها بود، بین شرق و غرب. بنابراین هر کسی که در کنترل این منطقه بود میتونست تمام دنیا رو کنترل کنه. به همین دلیل از نظر تاریخی و جغرافیایی هر دو این منطقه مهم و کلیدی به شمار میومد. هر اتفاقی که در این منطقه میافتاد در تمام جهان تاثیرگذار بود. It's interesting that Jesus gives these letters
جالب هست که عیسی این نامه ها رو برای این 7 کلیسا به جا میذاره و ما ممکنه به عنوان ایمانداران زمان حال بپرسیم که چرا این 7 کلیسای خاص؟ چرا کلیساهای دیگه نه؟ مثلا کلیساهایی بودن در اورشلیم، در روم یا انتیاک. ما کلیساهای خیلی قویتر و بزرگتر داریم، به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان به یکی از این کلیساها اشاره شده، اما عیسی تصمیم میگیره که این 7 کلیسا رو انتخاب کنه که از نظر جغرافیایی خیلی به هم نزدیک بودند. ما باید یه سری مسائل مهم رو در مورد این کلیساها در نظر داشته باشیم. این کلیساها بسیار اهمیت داشتند. در زمانی که مسیح این نامه ها رو نوشت، این قسمت از دنیا که در واقع امروز کشور ترکیه هست، در آن زمان خیلی با اهمیت بودند. به خاطر اینکه یک شاهرای بزرگ بود بین شمال و جنوب. شاهراه امپراتوری از این شهرها می‌گذشت و بعضی از این شهرها مثل افسوس به عنوان یکی از 4 شهر مهم در دنیا بود. شهر دیگه مثل پرغامون که مرکز علمی آن زمان بود. و بعد اسمیرنا رو داریم که از لحاظ اقتصادی بسیار پر اهمیت بود. پس این 7 کلیسا در یک جایگاه خیلی ارزشمند از لحاظ اقتصادی در مرکز دنیای آن زمان بودند. اگر در نظر بگیریم که مسیح این نامه ها رو در قرن اول نوشت و ببینیم چه اتفاقاتی تا قرن سوم میلادی افتاد، در واقع تمام تمرکز دنیا که قبلا از روم بود حالا متمرکز شد به آسیای صغیر، که در واقع جایگاه همین کلیساهایی است که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. ترکیه امروز این تغییر به طرزی با اهمیت است که حتی پایتخت رومیان که برای 1000 سال در روم بود و بعد به مصر منتقل شد، در این زمان تغییر کرد به استانبول امروزی. و این تغییر را ما به سمت ترکیه داشتیم، چون از لحاظ اقتصادی خیلی حائز اهمیت شد. پس ما می‌بینیم که یک فرایند بزرگ تاریخی از لحاظ اقتصادی و موقعیت جغرافیایی شهرهای مهم آن زمان اتفاق افتاد و این شهرها خیلی مهم بودند. از نظر تاریخی اگر به عقب برگردیم میرسیم به زمان پادشاه کریس. این پادشاه پادشاه لیدیه بود. این پادشاه تبدیل به یک اسطوره و انسان برجسته‌ای شده بود که از نظر ثروت اولین کسی بود که سکه رو برای جابجا کردن راحت‌تر ثروت و پول اختراع کرد. اگر امروز سکه هایی در جیبمون داریم و اونها رو با خود هم می‌کنیم، باید متشکر از پادشاه کریس در این منطقه باشیم. وقتی یونانی ها میخواستن که امپراتوری خود رو از یونان بزرگتر کنن، این منطقه اولین جایی بود که اونها میخواستن فتح کنن. بنابراین این منطقه پوشیده شده با فرهنگ و دین و کتاب های یونانی، معابد یونانی و خدایان یونانی. و همچنین در این منطقه تأثیر یونانی ها خیلی جدی دیده میشد. ولی یونانی ها فقط فرهنگ خود رو تا شهر فیلادلفیا به پیش بردن. این کلیساها در محیطی قرار داشتند که به خاطر معابد بت‌پرستی زیاد اینجا مرکز فساد شده بود. در معابد بت‌پرستی فقط به این شکل نبود که بیان خدایان رو پرستش کنند، بلکه در معابد بت‌پرستی یک سری زناکاری های مذهبی صورت می گرفت. در معابد زنهایی بودند که از زوار و کسانی که برای پرستش می اومدند از اونها پذیرایی جنسی می کردند. نه فقط اون، حتی مردهایی هم بودند که همجنسگرایی رو در واقع در اون معابد ارضا می کردند. و از یک جهت دیگه، چون این منطقه بسیار غنی و ثروتمند بود، در نتیجه
مردم از هر جای دیگر بیشتر دنیاگرا بودن، ارزش‌های زندگیشون روی ارزش‌های دنیوی استوار بود. شما از یک طرف فساد اخلاقی رو بذاری و از طرف دیگه ارزش‌های دنیوی رو بذاری و اینها رو با همدیگه قاطی کنی، معجونی از آب در میاد که واقعا جامعه رو به انحطاط میکشونه. بنابراین فسادی که ما در اینجا میبینیم که اتفاقا یکی از دلایلی که از هر جای دنیا مردم رو میکشید به این منطقه، همین معروفیتشون در فساد اخلاقی بود که اینها داشتن. و کلیسا در فاسدترین منطقه‌ای که میشه آدم از لحاظ دنیوی و از لحاظ گناه تصور بکنه، این کلیساها در یک چنین محیط روحانی قرار داشتن. What we know is that those churches. چیزی که ما میدونیم این کلیساها به خاطر پیشبرد ملکوت خداوند و پیشبرد مسیحیت نه فقط در این منطقه بلکه در مناطق دیگر از سمت شمال به سمت اروپا و مناطق دیگر اهمیت داشتند و ما میدونیم که این کلیساها جایگاه و نقش خیلی مهمی در قرن اول و دوم میلادی و حتی بعد از آن داشتند. مسئله دیگه‌ای که ما از طریق این نامه‌ها یاد می‌گیریم اینه که مسیح دوبار در مورد تخت سلطنت شیطان یا شهر شیطان اشاره کرد و صحبت کرد و گفت آنجایی که شیطان تخت خود را قرار داده. بعد مسیح در یکی از نامه‌ها اشاره می‌کنه که آنها زندگی می‌کردند در جایی که شیطان تخت خود را در آنجا داشت. و این خیلی جالبه چون یه سری اطلاعات و نمای قابل توجهی از درک خیلی چیزا به ما میده. البته در آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی به ما میگه که این منطقه برای ملکوت یا دنیای تاریکی مهم بود. از لحاظ روحانی اگر ما در مورد این کلیساها صحبت کنیم، میبینیم که خیلی حائز اهمیت بودند و اینکه مسیح چرا این 7 کلیسای خاص و حقایق آن روز رو انتخاب کرد که در واقع تحت جفای واقعی بودند و همچنین در جنگ روحانی واقعی بودند. و ما میدونیم که افسوس قطعاً یه همچین شرایطی داشت و یک مرکز جادوگری بود مثل خیلی از شهرهای دیگه، ولی افسوس یکی از اصلی ترین مراکز جادوگری بود. پس یک اهمیت روحانی پشت انتخاب عیسی برای این 7 کلیسا هست. ما میتونیم اینو بازتاب بدیم در زندگی امروز خودمون و مسائلی که مسیح دربارش صحبت میکنه رو پیدا کنیم و ببینیم که کدوم در زندگی ما معنا پیدا میکنه، چون که مکانهای جغرافیایی در دنیای روحانی مهم هستند. بعد از یونانیان زمان رومیان رسید. اونها با قانونهای خود اومدن در شهرهایی با سایزهای مختلف. یکی از ابتکارها ساختن یک جزیره بود به اسم پتموس، 60 مایل دورتر از افسوس. یک زندان سیاسی در این جزیره ساخته بودند و هر کسی که به این زندان فرستاده میشد در اونجا تا ابد بسته به قل و زنجیر زندانی میشد. در اینجا بود که کتاب مکاشفه نوشته شد و رویاها به یوحنا الهام شد. یونان و بعد روم و بعد همه مسیحی شدند. در زمان کنستانتین در این مناطق کلیساهای برپا شدند. ارتدوکس‌های یونانی و حتی کلیساهای ارتدوکس در این مناطق وجود داشتند و حتی اسقف‌های ارتدوکس در این مناطق بودند و تمام این ناحیه مسیحیت را پذیرفت. در قرن 14 ترک ها آمدند و این منطقه تبدیل به کشور ترکیه شد. در این زمان بود که بیشتر کلیساها از بین رفته و بسته شدند. عیسی مسیح 7 نامه رو به 7 کلیسای فرستا که در پایتخت شیطان قرار داشتند. در واقع انگار عیسی مسیح پیغامش این بود که اگر کلیسای من در چنین مکانهایی میتونه دووم بیاره، در هر مکان و موقعیت دیگه هم میتونه دووم بیاره. به خاطر همین هم خادمین متعددی رو فرستاد به این بخش کوچیک از کره زمین. در برنامه‌های آینده به تک تک این کلیساها بیشتر می‌پردازیم.